برای سلام، خوش اومد به کانال برونات. برگشتیم با یه آهنگ جدید به اسم انتقام از ای کی ارشی. فکر میکنم نه فکر نمیکنم مطمئنم که تا حالا همچین یعنی هیچ آهنگی از ای کی ارشی تو کانال ما نبوده. خب واسهتون احتمالاً شاید جدید باشه، شاید بشتون شاید نشناسین، ولی چیزی که اصلا من قبلا از آهنگاش شنیده بودم هیچ وقت مثلا موقعیتش نبود که بخوام ریاکشن بریم. این دفعه چون وضعیت هم انقلابی و آهنگش هم اینجوریه، گفتیم آقا بیایم برای اولین بار گوش بکنیم. هرچند دو تا آهنگ دیگه ازش شنیدم رو اینستاگرامش خیلی خوش اومده، مثل اون که یه مقدار دیس زد بازی نبود، نه بخاطر این چیز بازی، من خودم طرفدار زد بازی بودم، ولی موزیک ویدیوش خیلی خفن بود خداییش. خب یعنی یکی از فکرام بهترین موزیک ویدیوها رو میذاره میسازه، ولی کلا کاری نداره. میخوام ببینیم آهنگ انتقامش چجوریه، بخونیم تو این داستان چی گفته. بریم که میرو با هم دیگه شروع کنیم. بچه قبل اینکه آهنگ با هم گوش بکنیم خواستم به دو تا مسئله اشاره کنم. یک اینکه اگه تازه اومدین حتما این کانال سابسکرایب بکنید و یه کامنت انگلیسی بزنید که سابسکرایب نپره و این کار دو چندین ویدیو تکرار بکنید که یوتیوب قشنگ مطمئنش آدم واقعی هستید. دومی که کانال جدیدمون که یه مدت نتونستیم اینجا ویدیو رو پخش کنیم و اونجا پخش کردیم و ببینید که اگه خواستین ریاکشن اون رو داشته باشین لینکش تو دیسکریپشنه. و بریم سراغ آهنگ انتقام که کاورش عکس به نظر میاد معترضین توی کل این سالها بوده باشه، کشته شدگان، آره، یا دستگیر شدگان، نمیدونم دقیقا چون همه عکس‌ها رو نمیتونم شناسایی بکنم ولی بعضی هاشون رو میشناسم. به حال ببینیم که چه جوریه. راهپیمایی کنید، اقتصادش رو فلج کنید، ندید مالیات بهش، پول آب و برق رو ندید، چیزهای دیگر رو که میخوان ندید، راهپیمایی کنید، منفجر کنید جایی را که مال دولت هست و اونطوری که در ایران عمل میکردند و حالا هم عمل میکنند. وای سبینم خمینی ریدی که آی خمینی خیلی زمانی که دقیقاً این به اینا میگن. اولا یک بعضیشون نافرمانی های مدنی هم بعضیشون دیگه رد شده، مثلا منفجر کردن نافرمانی مدنی فکر نکنم حساب بشه فراتر از این صحبت هست. ولی کاری که می‌خواستم چیزی که می‌خواستم بگم اینه که اون زمان آقا میگفتن همین کارو بکنید برای انقلاب، درسته؟ خمینی میگفت آقا این کاری که اخ اخ بس اینجاست، اون موقع به به بوده، اینجا الان شده اخ اخ. آره دیگه، خب مثلا میگفتن آقا این کارو بکن برای انقلاب، الان میاد اختشاش فلان این حرفا مادر جنبی یعنی یعنی چی اینو بکن تو کونمون یارو خامنه ای و رئیسی و میرسلیم و اون یارو مادر جنبی اسمش چیه اون مال مشهد؟ خب همون یارو امام جمعه مشهد، اون امام جمعه تهران، اون یکی کون نشور فلان. خب بکن تو اینا که بگی آقا چی اینا پس چی احتجاش کرد نیستن، اینا انقلابی هن. یکی دیگه اومده گفته که آقا اگه کسی به این معترضان بگه فکر کنم خاتمی کون نشور کسی، تو خود قبلا طرف مردم بودی چی شد؟ ما که میدونیم که خالی بندی بود، خواهم من اینو نشون بدم. خب حالا خاتمی گفته اونایی که به اختشاش کردن میگن معترضین، خب خودشون اختشاش کردن. خمینی اینا رو گفته. ماسک صورت 15 تا گلوله آزادی تو خشاب خشم نشسته رو هم، بنزین و روغم و تور تو هم، تانس پر شده و آماده است کوکتلا تو دست، ساعت 3 صبح بچه ها آمادن، هدف پایگاه سر کوچه، یکی دم خون است میگه وقتشه، میریزیم میزنیم آتیش رو زخم، آی بزن بزن کاش بسیجیان بیان تو تیزی اجش در بیاد، کل تو که بکشم بیرون، فرمانده پایگاه تونم جلومون کلاغ پر میاد، این واسه مجید و محسن. حاجی وایسا وایسا چه هاردکور، چه هاردکور اون مدلی که من خوشم میاد. ببین فرمانده بسیج، فرمانده پایگاه هم جلو ما چی کلاپم میاد. خب وقتی که فاین دستم باشه، حالا من میخوام اینو از این قضیه بکشم اینو دیگه. من از اینکه تو فاین دست هی اروگوز میکنی، هی مثلا گندگوزی میکنی، خب میگه واسه مردم من چی کارتون میکنین، حاجی تو فاین دست منم بود تو هم اونجا واسه ما زمین لیست میذاری. میدی چون باقالی ای فرمانده سپاه هزار. ببین من حالا نمیخوام این ویدیو رو زیادی ربطش بدم به این داستانا، بحث سیاسی تو اون یکی کانال جدید است، لینکش تو دیسکریپشن برید چک بکنید. فرمانده پایگاه تونم جلومون کلاغ پر میاد، این واسه مجید و محسن، واسه انتقام هر کاری ازم برمیاد، تو جمهوری اسلامی از بینره منم آتیش میکشم رو همه تشکیلات، رهبر و بسیجی و سپاهی همه تون فدای ایران بشین ادم، کجا میخوان در برین آخه مزدورا شناسایی شدین دیگه، همه تون تک تک ما شکاریم، همه مثل محسن پیداتون میکنیم، ما حتی زیر سنگم مثل قاسم میشین، همه کتلت حتی ونزوئلا بگیرین سنگر شب و خیز فرمیدم. اینه قدر گفت قدر گفت مثل قاسم کتلت، یارو طرف بدبخت و واسه کتلت ساختن تو تلویزیون تو استوری گرفتنش، آقا تو چقدر شما ضعیف و خار و خفیفی بدبختا. خب متوجه چی میگم؟ بعد شکار کتلت میشی. خب
حالا یاد یک رفیقم گفتم توی گروه عکس جای کنده کنده شده قاسم کوتدو میفرستاد تو گروه، میگفت آقا اینجاشم پیدا کردم، اینجاشم پیدا کردم. کاری نشم به اون میخواستم بگم که همتون شناسایی شدین تک شک، درسته دخل همتون میاد. راستش اینه که حالا باز نخوام یه حرف بزنم که واسه یوتیوب غیر قانونی باشه، من شنیدم افرادی هستن که پول جمع میکنن و میدن به یه سری افراد دیگه و میرن دخل اینا رو تک تک در میارن. خب حالا قاسم اسمش چیه یارو؟ قاضی صلواتی شایعش دخلش در اومده، شایعش شما محکم نشده باشه ولی به زودی اتفاق خواهد افتاد. آیه صلواتی بترس از روزی که شمشیر در آنجا فرو رود. خب نه حتی بترس نه چیزی فرق نمیکنه، اون قرار اتفاق بیفته واسه. خب صلواتی قاسم میشین همه کتلت حتی ونزوئلا بگیرین سنگر، شب و خیز برمیداریم به اون میگن شب خیز، حمید نیستم ولی صفتم جنگی، سر سردار میزنم پا خودم سردارم، من آزمون پس دادم تو تیم ملی سنگین اما میزنم. این خوب بود، هرچند اون قبلی یه جور بود این یکی خوب بود. سر سردار میزنم پس خودم سردارم دیگه، میکنم تو سر بزنی سر داری مثلا تو سرداری یه میشد جالب بود. من از اون پس هم همون سردار آزمونم رفتن رفت. آره به سردار آزمونم رفتش شده ای بابا. خیز برمی‌داریم به اون میگن شب خیز، حمید نیستم ولی صفتم جنگی، سر سردار میزنم پا خودم سردارم، من آزمون پس دادم تو تیم ملی سنگین اما میزنیم سرعتی فنی، میریزیم رو سرتون مثل مش بندید، نه اسلام میخوای نه رهبر نه دین، ما بی شماریم و الان همه جام هستیم. پا وقتی واسه انتقام از هیچ کاری نمی کنیم امتنا، کل ایران آماده انفجار، مسیر آزاده میره انقلاب، ای جمعیت میلیونی سیل، چیزی نمونده تا تشکیل شه، به زودی میرسیم دمه در بیت، دمه در بیت، دمه در بیت، اومدم انتقام بگیرم، به زودی میرسیم دمه در بیت. هرچند متاسفانه اونجا جی این یارو خامنه ای گذاشت در موقع در رفته، ولی باید مواظب باشیم در نره، بعد مواظب باشیم. آقا از دوستان عزیزی در داخل به رهبری خوب نفوذیای مردم هستن، خواهش مندیم که حتما ریپورت بکنن وقتی داشت خامنه ای در میرفت، اون موقع ریپورت بکنیم به چیزا چشمی هم پارتیزان ها، خب که جلوشو بگیرن متوجه شد میگم. خب چرا که داریم، همونطور که یارو تو دفتر ریاست جمهوری داریم 100% تو بهت رهبری هم داریم 100%. حالا کاری نرم بدش کنه دو ندم دو در بیت دو در بیت، اومدم انتقام بگیرم و تا تش میمونم، تا بهت رهبری نسوزه من بازم میخونم، تو خامنه ای نمیره من آروم نمیگیرم، اینقدر خشمم زیاده که تو خودم میسوزم، فضا انقلابی و الان کل شهر رو دود برداشته و رو در و دیوار رد خون، همه زندان و پره همه جوون همون تو، ولی یه خون سپاهی ها میسازیم و رود، الان نوبت ماه بزنیم بهتون دستمند، خامنه اون بالا داره میزنه سگلت از ترسشه چون که بالا خواهش همه رفتن، اون مونده و یه مش مفخوره ابله چون بالا خواهش همه نمیدیم اینا رو نمیدام فکتی هانم، ولی خب به زودی اتفاق میفته. ولی چیزی که اصلا یه ذره لیریکش خیلی ساده است، خیلی ساده است، خیلی 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 ساده است، ولی مدل خونه‌اش تو یاد فدایی نمیندازه، خیلی ذره شبیه فدایی نه از شبیه فدایی نیستش، ولی یه جورایی یه شباهتایی داره، ولی نه فلوش اصلا اون چیزی نیست، فلوش همین مثل نسچاری هاست. اوکی ترسش چون که بالا خواهش همه رفتن، اون مونده و یه مش مفخوره ابله جای کار مثبت، سختی حسینیه دسته قتل و سرکوب مرکز شده مسجد، دستی که زد مردم و باز قد شه، میخوایم بریم شکار و بسته جیب گولب بگر، چیه ترسیدی؟ باید هم به ترسی اقل افتم داغه میشی تفقید، اگه بخوام درد بکشی هم ورو من رو رد میدم، اول زب میشی بعدش میشی تبخیر، من بعد شکار میشیم پواسه تفری فوزلی ما رو ببینی میکنی تشخیص، ماسکای مشکی صدای گلوله په، حالا بده تشخیص که کی بود تیرکاش. صلواتی خراب مادر، خب ببین چه بلایی سرت بیاد، میدونی چون میگم تو تشخیص تا چون ما نمیدید تشخیص بدیم، ما در جانه میخوای مردم رو به اعدام چیز به حکم ببندی واسه شون. خب یه بعد ببین من تا الان دشمن اصلی میرسلیم بود، خب الان اضافه شد، البته این بود آیا دارم رفته بود که اعلام بکنم صلواتی میرسلیم اون یارو حرومزاده اولی علم الهدا، یعنی من اینقدر که این حروم یابدم یا شاید از خامنه‌ای اون قبلم نیاد نیچون نام چرا. خب حالا ولی کاری نداریم بریم سیزن جلو، گوی مشکی صدای گلوله په، حالا بده تشخیص که کی بود تیرکای شهر تشنن واسه آخون، اما به سری که کشور رو چاپون، 44 سال فقط کردین داغون، ثروت تو کشور رو مکیدین زالو، ولی الان وقتشه بزنیم زانو جلو مردم، از ارتش بود بگید تا سرگرد، به اون سلامی بوشکی هم میگیم بای خدافزی، سلامی ترکن بریم به سوریا، سلامی کی بودش که بای خدافزی؟ توپله یکی سردار است. آره فکر کنم فکر
اون جای در مورد تیر برا خیلی جالب بود. یه دونه‌شون بود که گم و گور شد. یه گنی بالا آورد بعد یهو مثلا عکسش در اومد که مثلا تو ونزوئلا بعد ولی سلامی نبوده. چه سلامی؟ اون چاقو چلنبس چی سلامی؟ فکر کنم. اوکی. علومی بوشکم میگیم با خدافظی ایرانو ترک کن بریم به سوریه و عراق و لبنان بسیج یا پاسدارا و کیپ دوزا جمعتون جمع میکنین نشخار ولی میایم دنبالتون ما گلگا. وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه؟ نماز نخونن. درست. شادی کنن. یارو خبرنگار مادر اجنده مثلا میخواست مثلا خرابش کنه اینجوری که نیاکو مثلا این یارو این چقدر زده مثلا دین و زده نظام و فلان این حرفا مادر اجنده اینجوری قهرمانش چی قطعا چقدر تو نفهمید واقعا عجیب بود که چجوری همچین مدلی داره میپرسدش. آره قشنگ قشنگ یارو میخواست مثلا مصرف بگه مثلا اینو بگه جلو مردم خراب میشه خاکتون سر. یعنی حالا یه چیزی میگم از اینجا من یه چی اینو واسهتون میکشم بیرون این داستانو. خب که اینا این ببخشید خب این الان انقدر دهن خودشونو هم دور و بریاشو قلقله کردن که واقعا باورشون شده فکر میکنم مثلا کسی هستش مهمه که قرآن و نام نماز و مسجد و فلان و این صحبت ها. خب بعد مخصوصا مثلا نسل جدید حالا شما واسه بابا بزرگاتون مهم باشه الان کی میخوای به اسم قرآن بیای ما رو دست ما رو قطع بکنید مردم دار بزنید من میخوای چه گویی بخورید مثلا چی میگم اوکی. به هر حال بحثی که هست اینه که آهنگ نمیدونم چی بود. خب نمیدونم چه آهنگی بود واقعیت چون که مثلا دوستشم حرفایی که داشت میزد ولی اینقدر ساده بود دیگه واقعا یه جورایی به عنوان یه رپر نبود خیلی ساده بودش. آره ولی میدونست خیلی بهتر باشه ولی خب حرفاش جالب بود. آره حرفاش جالب بود میتونست ولی از لحاظ کیفیتی هم از لحاظ صدا سر آره. همه اینا میتونست بهتر باشه. شما هم این دیسکریپشن هست بچه‌ها چنل خوش پخش شده میتونید گوش کنید. اگه نظر خواستید کامنت بنویسید اگه خواستید خوش دنبال کنیم که پیجش اینا هستش. درسته مثل ویدیو تنجا اینا کردیم واسه شیر بکنید تا ویدیو بعدی فعلا.